جناب المناسب بحث اساسي امیست که مذاکرات به شکل که جریان داره، ما آیا در نتیجه یک بحث واقعی میریم به یک توافق و یا یک حل تحمیلی مثل بن ور یک تجربه بن تکرار میشه؟ مثلا این تیم مذاکره از دو طرف که هست این صلاحیت داره که ما در نتیجه یک بحث واقعی بریم با یک رای حل، و یا چی باید صورت بگیره که ما در نتیجه یک بحث واقعی رای حل بیافیم، نه این 24 نفر یا 42 نفری که هستن؟ من فکر میکنم قبلا طالبا و ایالات متحده آمریکا به یک سلسله توافقات بسیار مهم به دست یافتن، از جمله دو موردش را گفتن که پشت پرده هست و هنوز هم علنی نشده. من فکر میکنم برداشت من این هست که از دو مورد، یکی چگونگی حضور ایالات متحده آمریکا و یا مثلا ترک آمریکا از افغانستان یا رفتنشون از افغانستان هست، و موضوع دوم هم چگونگی نوع نظام هست، و مهمترین موضوع هم همین دو مسئله هست. حالا هم من فکر میکنم یک دایره ای را طالبا و ایالات متحده آمریکا ترسیم کردن و حالا هم دو طرف داخل اون دایره شدن. اما فرمول نوی که خلیلزاد اشاره میکنه، بله، فرمول نوی که این یا به مرور زمان دیتا و اطلاعات را دایرکتور از اونها قرار میدن، در روشنه اون مو اطلاعات اونها باید تصمیم بگیرن و به تفاهم برسن. من فکر میکنم اگر تشبیه بکنیم که این دو طرف را در حال حاضر در درون یک دایره روان کردن، گفتن در داخل این دایره شما بالاخره نظام آینده افغانستان به یک نحو ترسیم بکنین که از دایره بیرون نشه. حالا این بستگی به دو طرف داره که ظرفیت دو طرف بالاخره چقدر، یعنی زمینه ساز شکلگیری نظام آینده در دارین و می چوکات میشه. اگر قرار باشه که یکی از دو طرف از چوکات بیرون شوه، من فکر میکنم اون زمان دوباره ایالات متحده آمریکا میاد دخالت میکنه و دوباره جمع میکنه خزیه را تا اینکه در یعنی یک حل وجود داره قبلا او تحمیل میشه سر ما دیگه. خب اگر یک نگاه کلان را در نظر بگیریم، در کل بله، در کل بالاخره توافق دو طرف بالاخره به گونه‌ای باشه که منافع ملی آمریکا در افغانستان و در محیط پیرامون افغانستان آسیب نبینه و هیچ ثبات افغانستان تضمین میکنه، یک حالی که در نتیجه توافق حقیقی میان افغان‌ها به وجود نبیاد و به یک شکل تحمیلی بیان سر ما هر چیزی که باشه ثبات میتونه تضمین کنه. خب حالا اگر برگردیم نگاه معطوف به نتیجه داشته باشیم، بحث معطوف به نتیجه داشته باشیم، من فکر میکنم در اون صورت در هر حالتش حتی اگر تحمیل هم صورت نگیره، حالا مثلا اجازه بدن که تیم مذاکره کننده طالب ها و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با همدیگر بیاین، حتی به تفاهم هم برسن و چیز هم تحمیلی نباشه، بالاخره این تفاهم منجر به ثبات افغانستان نمیشه، به دلیل اینکه حالا برنامه به گونه‌ای چیده شده که ای مذاکرات و مصالحه به مفهوم ختم جنگ در افغانستان نیست. حالا حداقل نخبگان افغانستان میدانند که ایالات متحده آمریکا این برنامه را، این سناریو را به منظور آمادگی برای خلق جنگ یک سناریوی کلانتر دیگه اینا روی دست دارد. بله، اگه ختم جنگ نیست چرا این را پروسه صلح بدانیم و چرا این را مذاکرات صلح بگوییم؟ خب حالا به دلیل از اینکه اینا سناریو را به یک نحو پیچیده و چند لایه میسازن که افکار عامه به می فریب مبتلا بندی برسن، خب عامیانش می میشه که یک نوع فریب هست، یک برنامه سوری هست که بالاخره افکار عامه چنین تلقی بکنن که واقعا یک برنامه یا یک سناریوی واقعی جریان داره که بالاخره برایندش شکلگیری صلح میشه و شکلگیریش برایندش میشه شکلگیری یک دولتی فراگیری که همه مردم افغانستان خود را در آینه ازو ببینن. من فکر میکنم در واقع چون این چیز نیست، ولی به صورت سوری حالا ببینین حتی موضوعی را که طالبا هر از گاهی تکرار میکنن، یک جمله در میان تکرار میکنن که ما آمدن با ایالات متحده آمریکا بحث کردیم مسئله اشغال را بالاخره ختم کردیم. حالا طالبا را به نحوی میخواد طالبا با مطرح کردن این جملات بالاخره برای کسانی که هوادار طالبان هستن بفهمونن که بله اشغالی که در 18 سال 19 سال وجود داشت بالاخره به مرحله پایان خودش نزدیک میشه، ولی در عمل در واقع ایران نخبگان افغانستان میدانن که انوز ادامه اشغال اگر به مفهوم واقعی کلمه واقعا طالبان به این نتیجه رسیده بودن و به این نتیجه رسیدن که افغانستان تحت اشغال آمریکا خواهد بود، بالاخره پس از این هم این اشغال ختم نمیشه، فقط شکلش تغییر میکنه. حالا صحیح. مثلا قبلا 100 و چند هزار سربازش حضور داشت، حالا تنها با حضور سیاسی خودشان هم میشه که امو اشغال را به یک نحوی تمثیل بکنه. بله بله، این چیز بس بسیار مهم است، عوامل دیگه هم است و که این
تشویش را نشان میده که شاید افغانستان برای یک جنگ دیگه یا برترتیب. لیکن یک چیزی دیگه هم گفته میشه اکثر از طرف کسایی که واردی بحث میشن که به هر حال یک فرصت است و از این فرصت باید استفاده کنیم. آیا واقعا این فرصتی است که بتونیم ما افغانستان به طرف سپاه بریم؟ چی باید صورت بگیره که این فرصتی که در حقیقت یک فرصت واقعی برای صلح نیست، این را به فرصت واقعی برای صلح تبدیل بسازیم؟ من فکر میکنم ما باید دو تا تجربه را باید در پیش روی خود باید داشته باشیم. یک تجربه افغانستان در طول تاریخ در 40 سال گذشته، یک هم تجربه کشورهای دیگر در سطح جهان که اونا از چی الگوهای پیروی کردن که بالاخره همین مرحله بحرانزا و بحرانسازه که اونا در تاریخ خود سپری کردن بالاخره به یک نفع موافقانه سپری کردن و عبور کردن. حالا من فکر میکنم تجربه افغانستان نشان میده که در حداقل در 4 دهه گذشته نشان داده که ما با نگاه حذف گرایی و با نگاهی که بیاییم یک بخش از مردم افغانستان را حق تلقی کنیم به صورت مطلق انگاری و یک طرف دیگر باطل بشماریم، به این ما نمیتونیم به نتیجه معقول و مقبول دست پیدا بکنیم. حالا من فکر میکنم ما تنها با این پیشفرض میتونیم به نتیجه برسیم که هم طالب ها و هم جانب دولت افغانستان بله نگاهی همه شمول و همه پذیر را باید سرلوحه کار خود قرار بدن. حالا این که طالب ها در 20 سال گذشته چی کردن چی نکردن، ما با ما نمیتونیم برنامه عدالت انتقالی را عملی بکنیم اجرایی بکنیم، ما نمیتونیم که با حذف یک بخش بخش دیگر تنها با توسط یک بخش دیگر بیاییم امنیت را در سرتاسر افغانستان تامین بکنیم. وقتی چنین چیزی امکان پذیر نیست، من فکر میکنم تنها راه این هست که با روحیه تحمل پذیری میتونیم که از این مرحله بسیار باریک عبور بکنیم و میتونیم که زمینه ساز یعنی شکل گیری ثبات و امنیت بله. افغانستان باشیم. یعنی یک توافق واقعی میان تمام افغان ها میتونه ثبات حفظ کنه در افغانستان. دقیقاً. لیکن این کار چگونه میتونه صورت بگیره که ما زمینه ساز یک توافق واقعی بین افغان ها شویم؟ آیا امیتی می مذاکره و یا کارهای دیگه باید صورت بگیره؟ پس اون خیلی یک بخشی گفتیم که تکمیل نشد که ما یک تجربه افغانستان را گفتیم و یک تجربه کشورهای دیگر را و ما باید دو الگو را در پیش روی خود داشته باشیم که چی الگوهای موفقی تانسته از بحران به صورت موفقانه عبور بکنه که این بخش را من فکر میکنم باید تیمهای مذاکره دو طرف باید مد نظر داشته باشن. درست، بسیار خوب استاد. سنوری نخنی خانیم در قصیدی چی سچ رنجبر سوی بیلی دقا اندیخنه تاییدی مثلا دلتا در سول خبری کیگی عمومی اراده در سکاری چیزا دقا اراده در طالبان سر خبری کیگی و بالاخر با توافق ترسیگی دا توافق چیار سنگی خو سول برازی. لیکن در غیر خواه که در میساق امنیتی پرومبانی یو کار روانده چی بخلق و وصلی شل کیگی ملش سازگانی روانی دی داعش اویل شل چی در منزت لیده لیکن داعش هر ورځ هر وخت چیز رو غواړي عملیات کوي نگرار کې سره خبر عملیات کړل زندان باندې دلته په کابل کې په شفخانه باندې په څو بیر رحمای باندې خلک وژل شخصیتونه وژني دا کارونه کوي نو دا څه چې روان دي دا کبه اراده خي آیا کله سولې اراده یې نو دا کارونه ولې روان دي کله وی نو څه روان دي؟ دا موږ د پخوانه په دې باور یو چې سولې د افغانستان د خلکو اړتیا ده په ټوله کې خوشمنتیا ورته ولس لري نه حکومت او نه طالب هغه بیا چې ولس غواړي طالب د خپل لوري پر وړاندې کې لکه څنګه چې حکملیک کې امریکا ورته ډاډ ورکړي تر دې پورې ورته ویلې شي چې تاسو به ان زمونږ د ستراتیژیکو دوستانو خلاف خلکو ته نه پاسپورت ورکوي نه ویزه نو د حکملیک معنا دا ده چې هغې ته واک سپارل کیږي او دې حکومت ته د هغې نه د خلاصون لاره دا ده چې څومره چې امریکا د دوی نه غوښتنې لري هغه غوښتنې پوره کړي چې یو د هغو نه دام ده چې داعش پرورشت داعش پرورشت د امریکا لپاره که چېرته د طالب پروسه ختمیږي د یو بدیل او ځایناستې په توګه باندې په کار ده ځکه موږ بربر دا وایو چې یو هیواد کې چې یو زبرځواک قوت اوسي نو هغه یعنی د یو سامل پیدا کولو په نتیجه کې بهلته اوسي چې سبب امریکا حضور یعنی نتیجه کریولی شو چې داعش یا نور ڈلو د تهدید او د فعالیت امکان موجود وی د دې معنی دا ده چې د امریکا خروج هم واقعي خبره نه ده. هغه ورځې خو لوی درسیز د امریکا ویلی چې
منګه سل پسلو کې وزو نو دا خبره واقع خبره نه ده ځکه نخ نخانی خو داسې ښکاري چې امریکا به وي ځکه داعش به وي جنگ به وي او دا دواړه چې نو امریکا به وي کنه دلته امریکا ولې وزي امریکا وتل خو زمونږ د ولس اراده ده او زمونږ غوښتنه ده د دې حکومت بالکل اراده نه ده او طالب منوانی چې باید وزي خو تر څو پورې چې امریکا د یو زبرځواک حیثیت ساتلو لپاره د جګړې د ساتلو اړتیا لري خو خپل وجود یې دلته بیا په کار دی کنه دا زمونږ د ولس خوښه ده او زمونږ اړتیا ده چې موږ په هر قیمت یو د امریکا وتل یقیني کړو هغه په وخت کې ممکن وه چې موږ یو ملي پراخه اراده د حکومت له خوا نه راوچته کړې وی دلته چې ټول د حکومت داخل لوري ګوندونه دي یا د حکومت نه بیرون ټول سیاسي اقشار ټولنیز شخصیتونه علمي اکاډمیک دا ټول په دې باور وي چې دی حکومت ته ویلې چې د امریکا وتل په کاري د تضمین پر لنا کې او د طالبانو خو مخکې نه غوښتنه وه خو چې کله دا نه ده شوي نو او دا حکومت صرف انفعال کې یو فعل دی یو انفعال دی فعل معامله یا تعامل د طالبانو سره د حکومتلیک په توګه باندې شوی دی دا حکومت دومره کولی چې د هغه حکومتلیک له زیان نه ځان وساتي او یا د هغه حکومتلیک د سوري په توګه باندې دا مذاکرات مخکې ویشي د خپل مستقلی ارادي خوندان نه دي دوی به دومره کولی شي چې دا ثبوتش چې سره خبروان دي د سولې بندیانو خلاصولو کې په نورو کې نورو کې اوس د مذاکراتو په بهیر کې یو دوه جریان چې روان دي هم کوشش مثلا یو دغه رقم کوشش شوی چې ډاکټر صاحب عبدالله داسې یو بیانې ورکړي چې د حکومت استازیتوب وکړي نو دا خو خپله طالبانو ته د منلو نه وړ وه لیکن ډاکټر صاحب عبدالله خبره نه ده منلې او بیانې لکه څنګه چې مناسبه بیانې واغسې ورکړې ده د هغه په خوا کې د رسنیو یو شمېر کسان چې هلته موجود دي د حکومت ټیم یا په اصطلاح د جمهوریت ټیم ډیر زیات کوشش کړی دی چې دا رسنۍ استازي مجبور کړي چې قطر پرېږدي یعنی دغه سې ایره لري چې هلته څه جریان لري خلکو نه خبر نشي نو حکومت کې په دغه اراده یي نو دا به څنګه وکولی شي چې زه فکر کوم دا د جمهوریت اصطلاح کارول ځکه په کار نه دي چې د حکومت ټیم ورته وویه ښه خبره ده جمهوریت خو د حکومت په خپله په پښو باندې وایي ملي حاکمیت خو د حکومت په خپله په پښو باندې وایي دا د جمهوریت ضد ټیم دی دا د جمهوریت ضد ټیم دی ځکه د جمهوریت خو غوښتنه دا ده چې د ولسي جرګې پریکړه د یو قانون ته مشروعیت ورکړي د هغې په رڼا کې به بیا اجرایه قوه تنفیذوي اما ته ګورې د ملي دسترخوان په نوم باندې چې د ملي مساق پروژه ته نه ابیاري کېږي او بخور ته تورکول کېږي دا ولسي جرګې رد کړې نه ده اما یو دیکتاتور رئیس جمهور چې دا تله کورای خاوند دی هغه به سه په یو ګوته باندې وی وی زی ابتدا کوي دغه د جمهوریت ټیم وایا دغه د جمهوریت د ټیم په نوم باندې د خپل ځان په واک کې ساتلو یو لالچی ټیم وایا یار صحیح اوس نو خبره دسی چې یو خاطر د امارت ټیم دی نو هغه نه د جمهوریت ته وقونه کیږي خو د امارت ټیم دی کنه او د بل خوانه د جمهوریت ضد ټیم دی د دنه موږ د خیر توقع د دې ترمنځ خبرې روانې دي دنه به سره هم خیر راوځي موږ بار بار دا ویل دي او به وایو چې د امریکا په وګو ولې سپګم ګورو ولې دا دوه لوري په دې قانې شي چې امریکا د دې ترمنځ سول راوړسي شي چې یو لوري استراتیژیک دوست په توګه باندې پاللو وین پاللې شو ابل لوري مخالفت کې جګړه کوله هغه په کوم قناعت باندې امریکا سره وکړه لیک باندې راضي شوه دي خدا ماغه خطو خال چې دواله مجبور دي او دا ماغه خطو خال پر راک چې امریکا کوم تا کړل دي چې د یو په بل د یو سره د بل په غیاب کې به بل سره د بل په غیاب کې اوس عملی دغه ته چروږي دا مشکل دا بخوا مخه وخالي او اصلا اړتیا د امریکا دي ته نه ده چې اشتیاد د سولې شي سولې نه غواړي او نه سولې کراوړي تمام شموله یا ټول شموله او پایدار سوله بنئ د ټاکنو پورې به دوی امریکایان ته کوم ډاډ وسم ورکړي دي چې زمونږ اردو له بریدون نه بیغمه ده زمونږ مالی خسائر وس کم شوی دي نو دا د جمهوریت غوښتونکو لپاره د یو کریډیټ په توګه باندې راي اخیستل شي خو لیکن آینده کې دلته د امریکا حضور چې په هر ډول باندې وي امریکا دې ته اړتیا لري که چېرې ته په دواړو لورو باندې دا ومن له شو چې نظامی حضور دی خو په کم تعداد کې دام کې امکان دی ولري او کنه طالبان ډیر شله شو او نظامی حضور یې پیزیکی په تمام مرا باندې رد کړ بیا بخا مخه دلته د داعش په پالو سره استخباراتي حضور وي سفارتي حضور به دومره پراخه شي هغه د خپل چوکاټ شي د ډیپلوماټیکو روابطو پر وړاندې یو هیواد د بل هیواد سره څومره به سفارتي عمل ولري دا غینه به سو چند برابر
په نوم د سفارتي وي په اخت کې به نظامي حضور وي خو غیر مرئی غیر لیدونکی نو امریکا دلته سوله داسې نه غواړي چې د امریکایانو د وتلو په خاتمه تمامه شي او په افغانستان کې د یو تلپاتې او په رسمونه سوله شي امریکایي نه غواړي مونږ غواړو افغانستان مونږ چې غواړو اوسمون د پاره سپکار اجازه راکړئ چې اوس پکار دي رجبر صاحب سره دا خبره کوم لیکن اوس زمونږ استازیتوب دغه ټیم کوي دغه حکومت کوي چې ستاسو د تعریف په اساس د جمهوریت ضد دی نو آیا لازم نه ده مخکې دینه چې موږ طالبانو سره یو توافق ته رسیږو طالبانو سره خبره کوو طالبان خو به د خپل دریځ نه دفاع کوي دلته داسې یو ټیم ولېږلی شو چې هغه د ملت استازی نه ده د حکومت د سلیقې نو پکار نه ده پکار نه ده اول که د حکومت تغییر بحث پرېږدو حداقل دغه ټیم خو تغییر مذاکراتي هیئت کې خو تغییر نه شي کنه دا خو موږ د پخوانه ویلی چې دا حکومت د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل ځانګڼي یعنی د دې ملت چتر ځانګڼي نو ملت خو هغه څوک نه دی چې څوک یوازې د امرالله صالح او د اشرف غني او د اتمر په توګه باندې یو څو مهرې د ټول ملت استازیتوب کوي د هر چا لیدلوری معلوم دی د ټولو ملت لیدلوری هغه نه دی کوم چې دا درې لري چې فرق د عبدالله عبدالله نه دی د بیانی حق مالی په دې سال کې چې هغه د یو توافق په نتیجه کې د سولې د شورا یا د سولې د پروسې مشر دی نو خو هماغه حکومتي ټیم دی چې بیا د خپل ځان واکمني غواړي کنه دلته خو په کار دا و چې دوی په کور دننه یو ملي اجماع د ټولو سیاسي اقشارو شخصیتونو رامنځته کړی وی بیا طالب سره چې تللی نو طالب به موسن ورکړی وی و چې طالب ګوري چې دا د یو لالچي ټیم په توګه باندې راغلی ګوري چې د اتمر سره ملاقات نه کوي اکتفا کی نو دے ہر یو ٹیم کے مختلف کیٹیگوری خلق شتا په طالب کې مندس خلق کوسی لگا عباس تانکزے امدس خلق بکسی لگا خیرخوا او زین نور لگا امیر خان متقی دوی کې ځینې د سړي چې هغه په هر بیا باندې سولې ته آماده دي همدغه څه په دې ټیم کې باندې خلک شته چې هغه سولې په هر بیا کې شوالي خو محدود به کم وي نو اوس په کار ده چې دغه دوالو ټیمونو کې هغه خلک چې د افغانستان د خلکو لپاره سولې په هر بیا لري هغه د ابتکار وکړي او هغه خلک چې د سولې په وړاندې خنډ واقع کیږي او د سولې معنی واقع کیږي د هغه خبره په څوکۍ پرې نه کړي بلکې د دوی خبره په تفاهم باندې څوکۍ کې په څوکۍ باندې کړي دا کار به څنګه وکولای شي اوس حکومت غواړي ثبوت وکړي حکومت خو ډېر وسایل لري امکانات لري د حنیف اتمر لیگل په خپل ډېر خلک دا فکر کوي چې یو هدف دا و چې سبوتاج کې دا خبره نو د دې حکومت په موجودیت کې خو د سبوتاج خطر به همیشه موجود وي نو څه حل حل دا دې حکومت خو د پخوانه او د حکومت خو د پخوانه چې ګوري یوه د سولې او پراخ چتر اعلان کړی چې جهادي رهبران سیاسي مشران او شخصیتونه پکې دي هغه ته عقبه وایي هغه نشته هغه شته پشت پرده غیر مرئی ټول وخت هغه سره دی د افغانستان په 15 میلیونه خلکو کې چې دا حکومت د نه لاک رایو په کریډیټ باندې ځان د حق ورکړي داغي تمثيل وکي نو آیا نور څوک نه و چې د استاد عطا زوی خالد نور دی ځوان په توګه باندې التلاړ شي آیا د جګړې وای طالب سره عطا محمد نور کړي کنه د جمعیت نور شخصیتونه مشته او هغه هم کړي دا خو د دې حکومت اصلا پالیسی هم ده چې واجهه کې د طالبانو سره مخامخ هغه خلک نه چې جوړ جاړي ته سره نه رسیږي تر څو عقبې ته اړتیا پیدا شي عقبه فشار ورکړي چې شاته راشي او راشي چې دینه نه پیغام سره وي خبره د عقبې وي اما د کشانو په نوم باندې هغه نه پیږي خبره زما ده نو په کار نه ده چې د مذاکراتو د اجنډا د ټول نه مهم موضوع د اندغه حکومت تغییر وي ترڅو چې یو حقیقي ډیالوګ ته زمينه مسئله زه فکر کوم چې طالبان په هیڅ صورت دا حکومت نه مني ځکه طالبان اوس بدی پوي شي نه دا حکومت خو نه مني دا حکومت تغییر وکړي ترڅو چې رښتینی مذاکرات ته زمينه مسئله شي خو چې موقت حکومت باندې خبره کیږي هغې حکومت د تغییر او د بدیل په توګه باندې کیږي کنه اوس که دا حکومت تغییر په دې ست په کوم پروسیجر تغییر د په جمهوریت باور انواني خو په جمهوریت باور نه لري ټاکنې کوم ځای ته ورسولې نو اوس که دا د تیمم په توګه باندې د ور د پرتوک په توګه باندې د ملت اغوستې ده خو سوځي پکې اوس په کار ده چې د خپل لغه شرم په دې پرتوک باندې یا د تیمم باندې موږ وساتو د ودست کارتي والو خو لیکن کوم خلک چې د افغانستان د خلکو د تمثيل کوونکو په توګه باندې په دې وفد کې دي هغه د ابتکار وست په کار واچي چې اوس د اتمر په شانتي خلکو
او د صالح پشان دي خلکو او د ډاکټر غنی پشان دي خلکو یعنی اراده نه غوړي وسته د افغانستان د خلکو د ارادي مو مسله اون کې ځان مواري پکې هم په دې ټیم کې هم د طالب نه غوښتنه کو او دوی چې سره مشترکات لري دوی په خلکو کې چې کار خبر سولې ته ولتي اړ لري چې د اختیار افغانان وي نو د افغانستان د خلکو د اراده د شول په اړه به غوړي په سیمبولونو باندې سول نه خرابې لکه چاتمر وای چې مونږ په دې غږیږو چې د بیرغ لږ بسنګ وي مونږ په دې غږیږو چې فرق مثلا د بیرغ به مس کیږي خودګیږي نه کی خودګیږي دا د سیدي چې امریکا هر چاته وزن ټاکلې دي امریکا چې هغه سره وګړي کړې دي هغه ته وزن ټاکلې دي تا ته چې د سیوري حیثیت کړې دي تا ته وزن ټاکلې دي ته اوس یوازې لاندې لري چې د رښتیا د حکومت کې سیاسي شعور وي چې ته به ته خپل زول وزن چې د بند توافقات نه وروسته تا ته په اغاز کې پیدا شوی او تا په دې څلور پنځو ځل انتخاباتو کې دومره خراب کړ چې د ولس ملیونه شراکت نه دي یو نیم ملیون تر اول سولو نو د دیموکراسي کومه چمبه ته غږی خو کاش کې دې زمیر درلودل د حکومت اوس ورته په کار داده چې دا حکومت په ځان باندې د باور پیدا کولو لپاره دغه ټیم داسې ښکارا کی چې د ملت د ارادي ممثل ده او که چېرته ونه کړه نو ښکاره خبره د حکومت نو ختم دي ځکه مذاکرات د دایرې ته نه وتی دي د حکومت ناکامیږي د پنپو خبره ده چې دا پرمټ خراب دی نو نه پنپر جناب رجبار صاحب از فرصت یک فرصتی که بخاطر یک تغییری بزرگ در جریان است تقریبا بیشتر معادلات در حال تغییر است لیکن این تغییر به نفع امریکا به نفع اهداف امریکا جریان داره چگونه ما میتونیم این را به یک فرصتی تبدیل بسازیم که به نفع افغانستان باشه ما فکر میکنم ما باید اشتباهات را که در گذشته انجام دادیم بدون از اینکه این مسئله را تبدیل به یک موضوع حیثیتی بکنیم باید به صورت موشیگاهانه و نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم به اشتباهاتی که در گذشته کردیم ما فکر میکنم یک از اشتباهات بسیار عمده مردم افغانستان خصوصا کسانی که در دایره سیاسی عمل کرد یعنی دخیل هستند همواره این هست که موضوع را بسیار زود حیثیتی میسازند حالا هم ما فکر میکنم دو طرف قذر حیثیتی کردن حالا یک بخش رو استاد گفتن مثلا چگونگی بیرق و حالا مثلا طالبان هم آمدن به نام امارت بند ماندن موضوع حیثیتی کردن فکر میکنن اگر واقعا از واژه امارت بگذرن انگار طالبان شکست خوردن حالا هم یا این طرف مثلا مثلا جمهوریت را حیثیتی کردن در حالی که در واقع و در فی الواقع ما به لحاظ محتوایی و به لحاظ ماهیت واقعا چیز به نام جمهوریت نداریم این ارزش های این وضعیتی که از کجا جمهوریت نیست حالا من فکر میکنم با توجه به این مسئله ما میتونیم یعنی قضیه را حیثیتی نسازیم نگاه معطوف به نتیجه و نگاه معطوف به منافع کلان ملی افغانستان داشته باشیم تنها در این صورت است میتونیم که اینمی تهدید را که حالا هم تهدید است هم فرصت است میتونیم میره تبدیل به یک فرصتی بکنیم که واقعا مردم افغانستان بیشتر از این در جنگ نسوزن حالا درست است که ایالات متحده آمریکا در دراز مدت در اینجا منفعت داره اهداف بسیار بلند داره روی دست داره ما حتی با حضور ایالات متحده آمریکا با روحیه همپذیری حداقل میزان خساراتی را که قرارات مردم افغانستان متقبل شون میتونیم که حداقل کاهش بدیم در قدم اول یعنی با روحیه تحمل این مذاکرات بایدنی تیم دام بتم یعنی عملا هم باید تغییرات خو واقع شوا این تیم موجوده باید مذاکرات ادامه بتن با این وضعیت همچنان دو جریان دیگه مصالحه شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت تا نو ساخته نشدن لازم نیست که این کارام صورت بگیره تا که تا یک حد خو کسایی که مذاکره میکنن هم از یک جمع کنان نمایندگی کنن من فکر میکنم در حال حاضر تیم هایی که در حال حاضر اونجا مصروف مذاکره هستن به خاطر منافع ملی افغانستان حداقل کار رو میتونن بکنن که برای شکلگیری یک حکومت فراگیر باید به تفاهم برسن اگر قرار باشه حکومتی فعلی پافشاری بکنه که الا و لابد ما باید در ارک حضور داشته باشیم در این صورت نه طالب ها میپذیرم نه هم ایالات متحده آمریکا ممکن اجازه ندن ایره من فکر میکنم اینا باید به یک نحو تفاهم برسن که زمینه حضور گروه های بیشتری از مردم افغانستان را در او حکومت فراگیر زمینه سازی بکنن در صورتی که اینا به تفاهم برسن که یک دولت فراگیر شکل بگیره در او صورت است که در مرحله ای که چه کسانی باید به نمایندگی از مردم افغانستان در او دولت حضور داشته باشن در اونجا باید ما باید بسیار دقیق باشیم محتاطانه حرکت بکنیم کارو نکنیم که یک بخشی از مردم افغانستان بار دیگر اینا ناراضی شوند به کوها بالا شوند
تنها راهی که میشه که هزینه مردم افغانستان را کمتر بکنیم این هست که از اقشار مختلف افغانستان، از گروه ها و از احزاب مختلف سیاسی ما در حکومت آینده افغانستان باید در اونجا نماینده داشته باشیم که واقعا این نمایندگی مردم افغانستان تمثیل شود. ما نه منتظر حکومت باشیم، ولی حکومت نمی کنه چیزا را، حکومت نه. من فکر می کنم بیشتر کارها رو مردمی بسازیم، بله، در سایه حضور ایالات متحده آمریکا. حالا نمیشه که یعنی قذر حیثیتی بکنیم که بیایم جنگ بکنیم علیه آمریکا. آمریکا برای سالهای بسیار درازی در اینجا برنامه داره. حداقل کار این هست که به نظر من ما یعنی دیدگاه همشمول و همگرایی را به یک نحو تمثیل بکنیم، یک مقدار دایره دولت را فراگیرتر بسازیم که مردم افغانستان خود را در آینه ببینن، در حال حاضر واقعا نمیبینن. بله، یک بخش کلان مردم افغانستان خود در حکومت فعلی نمیبینن. حالا تنها کار را که میتونه تیم مذاکره فعلی با تیم طالبان بکنه این هست که زمینه را برای شکل گیری یک دولت فراگیر فراهم بسازن که در اونجا باز مردم افغانستان در اونجا تصمیم بگیرن که بالاخره چی چیزی به نفع مردم افغانستان هست و چی چیزی میتونه که منافع همه اقوام و همه شهروندان افغانستان را تمثیل بکنه. بسیار زیاد تشکر، ډیر زیات مننه کوم بدن ګرون لدون کو تاسو نه هم منو تر سپوري منسر وي راتلونکي بحث پرم په خداس پرم الله مو مرشه.